سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لس آنجلس با شما عزیزان خواهم بود. از لس آنجلس آفتابی و گرم در این ساعت، در ساعت 8:30 شب به وقت تهران. در این قسمت، در نخستین بخش این شماره تفسیر خبر، میپردازیم به جنگ جمهوری اسلامی، حکومت فقیه با ماهواره‌ها به کجا رسیده است، آسیب‌ها و زیان‌هایی که پخش پارازیت برای مردم ایران داشته است، آسیب‌هایی که در زمینه‌های سرطان‌زا توصیف شده، چرا پس از 35 سال از عمر جمهوری اسلامی همچنان مسئولان حکومتی در ایران با ماهواره‌ها در ستیزند؟ چرا مسئولان حکومت ایران همچنان از دسترسی ایرانیان به اطلاعات آزاد جلوگیری می‌کنند؟ آیا در این زمینه موفق شدند و آیا موفقیت آنان امکان پذیر است؟ پرسش ها بسیار است. در بخش نخست برنامه در میان میگذاریم با آقای علی اکبر خوئینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر و کارشناس در زمینه فناوری اطلاعاتی، ماهواره‌ای و کامپیوتر. با من و شما هستند آقای خوئینی در مریلند، آمریکا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای خوئینی عزیز در مریلند. من هم سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگان گرامیتون و هموطنان عزیزمون. آقای خوئینی، به عنوان کسی که در این زمینه دارای تخصص و پژوهش‌های بسیار هست، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در آمریکا، این پرسش رو ما از شما داریم که اساساً این امکان پذیر هست این جنگی که از مدت تا سالها پیش جمهوری اسلامی با فناوری اطلاعاتی ماهواره‌ای آغاز کرده، و اگر نیست چرا همچنان ادامه میده و با این مسئله کنار نمیاد؟ علتش کجاست؟ واقعیت امر اینه که البته در علن و ظاهر دلیلی که برای مقابله با این نوع تکنولوژی ها عنوان می شده، چه در سابق و حتی چه الان، عمدتا دلایل فرهنگی رو عنوان می کنن به ظاهر، ولی وقتی به بطن ماجرا آدم در واقع مشکافی می کنه، وارد می شه و بررسی می کنه، می بینه که دلیل اصلی واقعا اون نیست، چون در اون زمینه راه حل های زیادی رو همین داستان تکنولوژی در واقع پیش رو گذاشته که میتونن اگر نگران آسیبی هستند در واقع اونها رو به شکل درستی به خدمت بگیرن، کما اینکه در خیلی از کشورها این کار رو انجام بدن، در کشورهایی که حتی خود در آمریکا، برای مثلا فرض کنید که اگر ببینن که برنامه هایی هست که فرض کنید که فرزندان و کودکان از سن مشخصی به پایین تر مثلا مفید نیست، طبقه بندی میکنن و راه حل هایی رو برای خانواده ها آموزش هایی میدن بهشون. خلاصه راه حل های زیادی وجود داره از لحاظ تکنولوژی کم همینطور، ولی واقعیتش وقتی وارد ماجرا که میشیم بیشتر متوجه میشیم که دلیل اصلی
واقعا اون نیست متاسفانه، و بیشتر برخورد با گردش آزاد اطلاعات هست و رسانه های به اصطلاح خبری و که اخبار رو منتقل میکنن یا تفسیرهایی رو یا برنامه هایی رو تولید میکنن که آگاهی بخشی میکنه به مردم، و احیانا از خارج از اون کنترل صدا و سیمایی هست که در ایران به شکل متاسفانه هنوزم انحصاریه، اونها رو سعی میکنن باش مقابله کنن. بنابراین دلیل اصلی فکر میکنم این هست. ما حتی یادم هست مجلس ششم وقتی خواستیم که قانون ماهواره رو اصلاح بکنیم که این ممنوعیتی که برای قانون گذاشته شده اساسا بلا اثر هست و فایده نداره، همین نگرانی ها مطرح شد از بود فرهنگی و اینها. یادم هست که از طرف دولت، وزارت ارشاد دولت آقای خاتمی، یک دعوتی صورت گرفت، هماهنگی صورت گرفت، یک تیمی از مجلس، از دولت و از خود صدا و سیما که این نگرانی ها رو مطرح میکردن، رفتن به یک از کشورهای اسلامی که ببینن مثلا در جایی مثل مالزی اونها دارن چه کار میکنن، اونها مسلمونن. این نگرانی هایی که اینها مطرح میکردن و اونجا جالب بود که بعد از اینکه برگشتن این آقایون و هیئتی که رفتن، گفتن بله راه حل هایی بوده اونجا دارن استفاده میکنن، ولی وقتی به که به اصطلاح اصلاح قانون رسیدیم، انتظار داشتیم که مسئولان صدا و سیما همراهی کنند و این قانون به اصطلاح نهایی بشه. مجلس این رو تصویب کرد با قاطعیت بسیار بالایی، حتی من خاطرم هست تعدادی از، چون به اصطلاح رای گیری علنی بود، تعدادی از نمایندگان جناح به اصطلاح اصولگرای اون وقت، اقلیت اون وقت مجلس ششم، حتی به این اصلاحیه رأی دادن، ولی متاسفانه آقایون صدا و سیما مالم گفتن نخیر، بررسیایی که کردن بازم گفتن خیر، با یک کلمه خیر سادگی سعی کردن این رو، این قانون رو نذارن شورای نگهبان در واقع تایید بکنه. و نهایتا البته بعد از اون اصلاحیه، خب آماری که اتفاقا اخیرا در سال گذشته موقع رقابت های انتخاباتی اعلام شد، آقای حسن روحانی، آقای روحانی در واقع در مناظره‌ای که با بقیه کاندیداها داشتن صحبت از 50% اقلا این کردن در میانگین توی ایران دارن استفاده میکنن از ماهواره، و بعدها اخیرا توی اخیرا مقامات رسمی بیش از 71% این حدودا اعلام کردن، این چیزی که آمار رسمیه، دارن استفاده میکنن از ماهواره و هیچ اثری هم متاسفانه نداشته. ولی یک مسئله داریم ما ایران، شما حتما میدونید بهتر از من، از قدیم میگفتن که میگن از این ستون به اون ستون فرجی هست، انگار با این تعبیر و با این دید دارن این کار رو انجام میدن، و با اینکه میدونن اثر اونچنانی هم نداشته، این روش غیر قابل دفاع رو و خشن رو دارن انجام میدن و حتی بعضا آسیب هایی هم متاسفانه میزنن به مردم، به حریم خصوصی مردم به شکل غیرقانونی احیانا وارد میشن. نمونه هایی رو داشتیم که اخیرا خبرش منتشر شد، یک نمونه آخرش متاسفانه منجر به فوت یک کسی شد که در واقع یک فرد بازنشسته ارتش بوده در حوالی، اگر اشتباه نکنم، خیابان میرداماد، به نام آقای خویی، سرهنگ بازنشسته بودن از ارتش، در واقع میان مواجه میشن به عنوان نماینده آپارتمان، اینها حکمی هم انگار نداشتن و میخواستن وارد اون حریم بشن، به حال کش و قوس صورت میگیره، نهایتا متاسفانه منجر به فوت ایشون میشه. و به رغم همه این مشکلات و متاسفانه اشکالاتی که داره درست میکنه و ضرباتی که به مردم از نظر روحی وارد میکنه، متاسفانه این کار درست صورت میگیره، یا کارهای ایزایی دیگه ای مثل داستان پارازیت که به حال بحثش مفصله، حتما میرسیم به اون قسمت. اما اشاره کردیم که یک ضرب المثل قدیمی است، از این ستون به اون ستون فرجی، همونطور که اشاره کردیم این ضرب المثل قدیمی است و ظاهرا در قدیم عملی بود و مفهومی پیدا میکرد، در حال حاضر چنین ظاهرا نیست. اینکه از ستون احمدی نژاد به ستون آقای روحانی، باز همون جنگ با ماهواره ادامه داره و هیچ فرجی هم حاصل نشد. البته در حال حاضر که دولت هم تو موقع تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی مثل دولت آقای خاتمی به نوعی با این کار مخالفتشون کردن و در عمل هم نشون دادن، در همین مناظره های انتخاباتی شما حتما به اصطلاح دیدید این ویدئوی صحبت های آقای روحانی رو که ایشون گفتن این مشا که گفتن چون با عملیات راپل میتونن، توی رسانه خونده بودن که گفتن نیروی انتظامی میتونه بره با راپل بالا پشتون مردم، ایشون گفت این مشا که میگن تو قانون، منظور مشا بین اهالی اون آپارتمان هست، نه اهالی آپارتمان با نیروی انتظامی و سربازی.
همجوری بیاد. به هر حال مخالفت وجود داره از طرف ایشون، هیئتی هم از طرفشون مأمور شدن برای بررسی این داستان پارازیت ها که حالا امیدواریم الان وقتش هست آقای روحانی عمل بکنن به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، کمان که در اون مقطع به عنوان دبیر شورای امنیت ملی وقتی مجلس ششم وارد عمل شد و دولت نهایتا این دستورها صادر شد و این پارازیت ها متوقف شد، باش مقابله شد. امیدواریم که الان ایشون به مسئولیت و وعده‌ای که کردن در موقع انتخابات عمل بکنن و حفاظت بکنن از حریم خصوصی مردم، آبروی مردم و حیثیت مردم و جون مردم. بله خب این بحثی دیگه، امیدواریم روز بهش برسیم که اینکه دولت آقای خاتمی با داشتن اکثریت بیش از آقای روحانی از نظر رأی و همینطور اکثریت مجلس نتونست در این جنگ پیروز بشه و عملا ادامه پیدا کرد، و بعد آیا با تعریف به اصطلاح مذهبی یا تعریف مالکیت در اسلام، تعریف موشا، قانع خواهند شد مخالفین عرض کنم ماهواره یا نه، که میبینیم اونا مشکلشون این نیست. این بحثی طولانی است، اما یک نکته را من مایلم بگم که در زادگاه اسلام در عربستان سعودی حریم منازل بسیار محترم هست و بسیار در حد تقدیس محترم هست، و در اونجا ماهواره ها ممنوعیت آنچنانی که در ایران هست ندارن. کنترل چه هست؟ همونطور که آقای خوئینی اشاره کردن شاید از طریق خانواده ها هست، همونطور که در کشورهای آزاد نیز چنین هست. اما آقای خوئینی در زمینه کامپیوتر اطلاعات یعنی اینترنت رو هم سعی کردن که دولت حکومت ایران زیر کنترل شدید خودش در بیاره. اساساً حکومتی که معتقد هست بهترین حکومت در دنیا هست، پایگاه مردمی عظیمی داره به ادعای حکومت ایران، پشتوانه الهی داره، چه نگرانی داره از یک فرد تحت حکومت خودش که به دنیای معاصرش با دنیای معاصرش در ارتباط باشه؟ نگرانی اساسی چیه؟ از اخلاقی است یا سیاسی؟ این کنترل منشأش از کجا میاد؟ بله قبل از اون من فقط یه توضیح خدمتتون عرض بکنم، چون فرمودید دوره آقای خاتمی نتیجه نداد، میخوام بگم که اتفاقا برخورد با پارازیت های خلاف قانون ماهواره در دوره آقای خاتمی اتفاقا نتیجه داد و متوقف شد تا پایان دوره مجلس ششم و دولت آقای خاتمی. ما با این پدیده مواجه نبودیم متاسفانه، بعدش دیگه اون داستانا که میدونید پیش اومد، الان وقتش نیست بخوام راجبش صحبت کنیم. آقای احمدی نژاد، بله منظور من نتیجه بله. دادن برای همیشگیست، بفرمایید. بله بله، و در عربستان هم البته نمیدونیم در این موضوع اخبار، چون موضوع مطرحی نیست، خب فرمایشتون درسته، ولی من نمیدونم اگر اونجا هم تجمعی چیزی صورت بگیره، خبری بشه مثل مصر، آیا خبرنگار تلویزیون ها رو اونجا اجازه میدن تلویزیون های ماهواره ای رو کار رو ادامه بدن یا نه، که اون رو تو عمل باید دید. ولی در صورت در ایران اون چی که مشخص و مسلم هست، برخورد با به اصطلاح تکنولوژی و چه ماهواره چه و اینترنت متاسفانه منشأ اصلیش برمیگشته به کنترل اخبار، کنترل افکار عمومی، و اینکه از یک کانال کاملا مشخص و اونم مونوپولایز شده به صورت کاملا انحصاری اخبار اون طریقی حتی الامکان در اختیار مردم قرار بگیره، به دلیل اون در واقع بوده. هر نوع خبری، هر نوع رسانه‌ای، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی از طریق ماهواره و تکنولوژی‌های نوین مثل اینترنت و اینها رو خب باش مقابله شده، و عمدتا هم متاسفانه دلایل سیاسی براش در واقع کاملا تو عمل مشاهده شده. من حتی خاطرم هست در اون مقطع دولت موظف بود که یه مقدار بررسی بکنه ببینه که این مکانهای پارازیت اندازی کجاست، و یا خدمت شما عرض کنم که سانسور ماهواره اون کانالهایی که داره سانسور میشه آیا مطابقت داره، چه نوع کانالهایی بیشتر مورد هدف هستن. جالب هست گزارشی که داده شد و همون موقع هم البته مصاحبه هم انجام داده شد به اطلاع افکار موسی در بیش از 10 سال پیش در واقع انجام شد، مشخص شد که در اون مقطع اتفاقا بیشتر کانال هایی که اونها صحبتشون میکردن به ظاهر کانال های فرهنگی، سایت چیزای پورنو و نمیدونم اینها، اصلا انگار همشون آزاد بودن، مشکل خاصی نبود، و اتفاقا هدف قرار گرفته شده بودن به صورت کاملا مشخص و معین کانال های خبری و اطلاع رسانی. پس این نشون میداد که تو عمل هم
در واقع متاسفانه راستگویی نمی کردن و اون چی که بیان می کنن و اون چی که تو عمل میارن یه مدار متفاوته. الان هم به خاطر اینکه ذهن مردم رو خیلی تو این زمینه به اصطلاح به نظر من به انحراف بخوام بکشونن، یه عده‌ای میگن که بله مشکل فرهنگی است، نمیدونم فلان تلویزیون چی کار کرده، ولی تو عمل میبینیم که رسانه های خبری رو عمدتاً مورد تهاجم قرار میدن. پس هدف بیشتر جنبه سیاسی داره نه مسائل اخلاقی. خود همین تکنولوژی و خیلی از این کشورها از جمله کشورهای اسلامی با وجود استفاده از این نوع تکنولوژی ها راه حل هایی رو گذاشتن. حتی مثلا در یک کشورهایی برای ماهواره ها یک چند ثانیه دیلی تاخیر در واقع درش در نظر گرفته بودن. همین هیئتی که عرض کردم رفتن بازدید کردن اینها رو دیدن که این روش ها وجود داره میتونن در واقع، ولی خب نهایتا اومدن گفتن خیر و خب مواجه شدن با اینکه مردم عملا واقعا خب نپذیرفتن این شیوه به اصطلاح اجبار به اینکه از این کانال خاص شما فقط استفاده کنید و مردم دارن خب استفاده میکنن. در بخش اینترنت هم همینطور، شما شبکه های اجتماعی و مثلا اینترنت رو میبینید که روز به روز در ایران در واقع گسترش پیدا میکنه و مردم علاقه دارن، خودشون در واقع تشخیص میدن که به چه رسانه ای رو و چه به اصطلاح وبسایتی رو در واقع ببینن. وایبر رو شما دیدید، آماری که نشون دادن ایران جز تک کشورهای اول دوم هست تو دنیا داره از این مجموعه ها استفاده میکنه. به هر حال این کلیت وضعیتی هست که ما در ایران باش مواجهیم. البته کاملا درست گفتید شما آقای خوینی عزیز، در کشورهای مثل عربستان مسئله فعالیت خبرنگاران تلویزیونهای ماهواره‌ای مثل بسیاری از کشورهای دیگه حتی کشورهای غیر اسلامی خب در مواردی رو جلوشو میگیرن به دلایل سیاسی و دیکتاتوری هر چی که هست. منظور من از اون طرح این موضوع ماهواره در کشوری مثل عربستان اینه که به خونه ها حمله نمی کنن، دیش های ماهواره ای رو به اصطلاح بکشن پایین و هر روز و هر ماه و هر سال و اینها هست. بله متاسفانه این پدیده منحصر به فردی ما تو ایران میبینیم، یعنی همچین وضعیتی که تو ایران میبینیم با راپل، یعنی بیان تناب بندازن سرباز جلو چشم مردم بیاد جلوی آپارتمان جلوی شما نشستی داخل حریم خصوصی خونت، یه دفعه ببینی سرباز یه کسی داره با از جلوی پشتبونتون با راپل داره میره بالا. اینا واقعا پدیده های وحشتناک و عجیبی هست که من تو دنیای امروز واقعا غریبه و ما جایی واقعا نمیبینیم این نمونه ها رو. آقای خوینی عزیز، مردم این حرفو میزنن، این حرفی شایع میونه مردم که دستی در خود حکومت از نظر اقتصادی هست که در این میون سود میبره، یعنی همون دستی که میره اون کمانده ها رو میفرسته ماهواره ها رو پایین میاره له میکنه و از بین میبره، فرداش ماهوادیش های تازهی وارد بازار میکنه و میرن میخرن مردم. این تا چه اندازه؟ چون با توجه به این که خب به هر حال ماهوادیش های ماهواره جز واردات کشور هست یا هر چی که هست، میلیون ها دیش تولید و فروش به فروش میرسه، اینها قابل کنترل میتونه باشه؟ یعنی هدف من این نیستش که این کارو بکنن، میگم اگه قرار از بین ببرن خب از بین بردنیست یک بار جلو من منبعشو میشه گرفت. بنابراین این هست که زمینه یک همچین حرفی رو یا شایعی رو یا خبری رو یا هر چه که هست رو فراهم میکنه در این 30 و چند سال. بله خب متاسفانه این بحث هم مطرح بوده. از بعد اقتصادی خودش یک نوع جنبه اشتغال زایی داره، یک عده‌ای که اتفاقا بعضیاشون در به اصطلاح حکومت ممکنه ارتباطاتی هم داشته باشن، رانتی هم داشته باشن یا حفاظ بیشتری از نظر امنیتی داشته باشن، فعالیت‌های مختلف انجام بدن، ممکنه اتفاقا دست داشته باشن در تولید یا به اصطلاح وارد کردن این نوع تجهیزات در ایران، به اصطلاح میگن بلک مارکت، این بازار سیاهی که وجود داره. اونها هم بخشی از اون تیپ آدم ها منظورمه که ارتباطایی در حکومت هم داشته باشن، ممکن بخشی از این چرخه تولید، چون دیش رو معمولا تولید میکنن تو یه جورایی، یا وارد کردن بعضی از ریسیور ها و به اصطلاح وسایل ارتباطی رو درش در واقع دست داشته باشن. این میتونه باشه، نمونه های هم البته خب باش مواجه بودیم. در عرصه اینترنت هم همینطور، یعنی در واقع به ظاهر که ممکنه ببینیم که در حکومت حداقل بخشهایی از حکومت خیلی صریحا میاد مقابله میکنه با توسعه
تکنولوژی اینترنت در کشور، یک دفعه میبینیم که کسایی هستن که ممکن ارتباطهایی دارن با حکومت و شرکت‌هایی در قالب مؤسساتی خیلی از این تجهیزات رو وارد میکنن و به نوعی درش دخیلن توی قسمت اقتصادیش. و خب حالا حتی نمونه رسمی ترش هم من بخوام بگم، در شرکت مخابرات که خب در دوره احمدی نژاد به شکل به صورت خاصی که خیلی هم روشن نشد بر افکار عمومی که چجوری شرکت مخابرات رو بخش مهمیش فروختن و شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و سپاه اینها، خب اونها اتفاقا در توسعه به اصطلاح همین اینترنت و وسایل ارتباطی به نوعی از جنبه های اقتصادیش بخوام نگاه بکنیم اتفاقا نقش داشتن، که حالا این رو من نمیدونم چی در واقع راجبش چی میشه گفت، ولی به هر حال واقعیت هایی که در عرصه اقتصادی و اجتماعی ما باش مواجه هستیم. بعضا هم غیرقانونی و بعضی از کارها رو ممکنه در کشور ببینیم که اتفاق افتاده، چه در ارتباط با دیش. من نمونه هایی هم داشتیم اون موقع، من خاطرم هست آقای سر همین موضوع نمونه ها من پیگیری که میکردم، خاطرم هست که آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بودن، یه مقدار گلایمندم شده بودن از آقای کروبی از بنده که چرا این موضوعات رو مطرح کردن، چون من شخصا خودم از زبان بعضی از سربازهای نیروی انتظامی در واقع چیزایی رو شنیده بودم که اینها رو در واقع بیان کردن که به هر حال این چه وضعیتیه، چه نوع به اصطلاح داستانیه توی کشور ما مقابله با ماهواره و مشکلاتی که حاشیه‌های پیرامونیش داره. خوب الان این مسئله سرطان زایی قضیه هستش، محیط زیست. الان من خبری رو دیدم امروز که یا روز گذشته که آقای یکی از وکیل آقای ترک همدانی، ایشون اومده و گفتن شکایت ما به ثبت رسوندیم دادسرای تهران برای رسیدگی به این موضوع، خطرناک بودن پارازیت ها از نظر سلامت. قبلا هم گزارش های در این مورد منتشر شده بود. این پارازیت ها واقعا به چه میزانی خطرناک هست برای جلوگیری از رسیدن امواج ماهواره‌ای به خانه های مردم ایران؟ ولی این پارازیت ها البته همطور که مشخص شده چه در اون دوره چه و چه الان از دو روش در واقع صورت میگیره، که اون نوع دومش که الان داره اتفاق میفته محل سوال و بحث هست برای مثلا مشکل زایی برای سلامت مردم. اون نوع اولش که به سمت خود ماهواره ها به اصطلاح سعی میکنن ارسال بکنن امواج رو و معمولا بیرون از شهرها اتفاق میفته، این کار خیلی با محیطی که مردم زندگی میکنن سر کار نداره، اون محل بحث نیست. اما اون بخشیش که میان در درون شهرها چه ایستگاه های ثابت آنتن ها و ایستگاه هایی رو در واقع نصب میکنن در شهرها جاهای مختلف و چه روش های سیار سعی میکنن نقاط کور رو احیانا پر بکنن با کامیون های چیزایی در شهرها میچرخن و در محیط زندگی مردم این کار رو انجام میدن، اینها در دنیا در سازمان های بین المللی مثل WHO سازمان بهداشت جهانی یه سری استاندارد هایی رو براش مشخص کردن برای امواج رادیویی تا 300 گیگاهرتز که 3-4 تا عامل هست. اون 3-4 تا عامل دائما نهادهای موظفن همه کشورها که نظارت بکنن اجازه ندن از اون 3 تا عامل به خصوص تجاوز بکنه و این رو خطر میبینن، چون باعث ایجاد یک سری گرمایش هایی در یک سری از به اصطلاح توانهای تشعشع مشخص میکنه در بدن آدم ها و تحقیقات مشخصی که دانشگاه مثلا بازل در دانشگاه در سوئیس انجام داده و منتشرم کرده در سال 2009 مشخص کرده که در شرایط خاصی که از این استانداردها تجاوز شده باشه میتونه روی مسئله باروری به اصطلاح آقایون تاثیر بذاره و متلاشی بکنه کروموزوم ها و چیزایی که در سال 2009 این دانشگاه منتشر کرده، پیپر کاملا معتبری هست. در محیط آموزشی هم کلاس های آنتن دانشجوها اگر اساتید میتونن این رو توضیح بدن برای مردم، متاسفانه اجازه نمیدن پزشکا و اجازه نمیدن متخصصین بیان آزادانه در کشور بیان بگن این استانداردها چی هست و چه عواقبی میتونه در واقع داشته باشه. تو کلاس های آنتن به شما اجازه نمیدن آنتن های جهتدار رو به سمت دانشجوی کناریتون به اصطلاح بگیرید و در فاصله کمی، یکی چون یکی از عوامل مسئله فاصله است، محل تشعشع با فاصله کسایی که دارن زندگی میکنن، از یه حدی فاصله کمتر اجازه نمیدن، ممنوع تابلو زدن و اینها به این خاطره که به هر حال اینها میتونه زیانبار باشه. حالا از نظر اعصاب و مسائل دیگه و بحث سرطان و اینها خب صحبت های زیادی شده و
پیپرهایی تو این زمینه منتشر شده، منتها چون در ایران اجازه داده نشده که تحقیقات مستقلی تو این زمینه صورت بگیره، واقعیتش من نمیتونم بگم که به اصطلاح چه آثاری دقیقا داشته، ولی مرکز نوآوری در تهران و سازمان محیط زیست، متخصصینی که در ایمونولوژیستایی که خود از جمله سرکار خانم ابتکار که به عنوان ایمونولوژیست در شورای شهر و بعدا مرتب این هشدارها رو دادن و ظاهرا علائمی دیدن، مسائلی دیدن که به اونها توجه نشده احیانا، و امیدوار هستیم اون کمیته که در ایران تشکیل شده زیر نظر رئیس جمهور به اینها رسیدگی کنه و هر چه سریعتر این کار خطرناک رو در واقع باش مواجه بکنن. خود سازمان ارتباطات رادیویی اصلا موظف هست، کسی اجازه نداره بدون مجوز قانونی تشعشعاتی رو در کشور انجام بده، ده صرفا در چارچوب اون قانون. حتی مجازات گذاشتن و زندان و مسائل گذاشتن برای کسی که خارج از مجوز این کار میکنه. تا حدی که بنده اطلاع دارم چه در اون موقع و چه الان، هیچ مقامی، هیچ نهادی رسما از سازمان ارتباطات رادیویی کشور، این نهاد کاملا مشخصیه، قانونا موظف نظارت بکنه، مجوزی برای پارازیت اندازی در داخل کشور نگرفته که بیان با اون نظارت بکنن ببینن آیا استانداردها رو رعایت میکنن یا نه. بنابراین امیدوارم که به این نگرانی هایی که سازمان محیط زیست هشدار داده توجه بشه و این روند هم به زودی متوقف بشه. خب البته آقای آیت الله آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فتوا داده جمعیت ایران باید زیادتر بشه و خواسته از مردم اقلا از این زاویه مورد توجه قرار بدن که این چون روی ناباروری یا باروری مردم اثر میگذاره، یک جوری مانع اجرای به اصطلاح فتوا یا خواست آقای خامنه ای است. اقلا از این زاویه جلو قضیه رو بگیرن آقای، یا خانم ها مثل خانم ابتکار که مسئول هست و هر حال ایشون مسئول محیط زیست. به طور مختصر بفرمایید آقای خوینی، در این جنگی که هست از یک طرف چون نهادهای قانونی به جای خود، چون برای کارهایی که انجام میشه نیاز به مجوز نیست، بعضی وقتا مثل اسید پاشی که دارن میکنن و بسیاری از کارهای دیگه، عرض کنم خدمت شما پرسش اینه، در این جنگی که بین از یک طرف امام های جمعه، آیت الله های جمهوری اسلامی مثل آقای مکارم که ماهواره حرام است در اسلام، ماهواره نماینده شیطان است در خانه ها، آقای احمد خاتمی، از یک طرف اینه، از یک طرف دیگه تکنولوژی هست که پیشرفت میکنه، آیا موفق خواهند شد که جلو پیامدهای تکنولوژی رو در ایران بگیره؟ من فکر میکنم در کشوری مثل ایران اقلا اینطور نیست، یعنی نمیتونن در واقع جلو اون رو بگیرن به شکل کامل سد بکنن، میتونن البته مرتب اختلال ایجاد بکنن، درگیری درست کنن، اعصاب مردم رو خرد بکنن، هی این داستانا رو به تاخیر بنزن، به قول همون که گفتم فکر کنن که از این ستون به اون ستون فرجیه که، ولی فکر میکنم در زمینه تکنولوژی اقلا این صادق نیست الان و به نوعی دارن وقت میکشن، هزینه های زیادی رو تلف میکنن، در عوض میتونن روی کارهای ایجابی دیگه‌ای که اتفاقا قبلا هم مرتب صحبت شده رو اونها وقت بذارن، کارهایی بکنن، از جمله که در ایران اجازه بدن رسانه‌های مستقل به شکل خصوصی، تلویزیون خصوصی کشور ما چرا نباید بتونه در واقع شکل بگیره و اینها بیان بسیاری از هنرمندا، بسیاری از کسایی مثل خود آقای چالنگی در ایران بتونن برنامه اجرا بکنن و رسانه مستقل در واقع داشته باشن. این کارهای دیگه‌ای که در واقع میتونن بکنن وقت رو دارن در برای اونها تلف میکنن و هی انرژی از مملکت در واقع گرفته میشه و من معتقدم به هیچ عنوان امکان به اصطلاح مقابله با این روند به خصوص در کشور مثل ما نیست، چون مردم تا حد زیادی با این وسایل دیگه ارتباط دارن، خانواده هاشون کانکت هستن با دنیا، فامیل و زندگی، و خیلی وضعیت ایران مثلا کشوری مثل کره شمالی نیست که خیلی چیزها رو اساسا از اول اجازه نداده باشن مردم به اصطلاح تست کنن، چی میگن، بچشن مزش رو. مردم اینها رو میدونن و میبینن که چقدر زندگی اینها رو آسون کرده، چقدر فهم و دانش و اطلاعات اینها رو در واقع زیاد کرده، میتونه بکنه. بنابراین گرفتن این ابزارالات از مردم به شکل کلی به نظر من عملی نیست و اتفاقا از این جور صحبت ها هم که نمیدونم این حرام است اون حرام است هم فکر میکنم مردم باز از کانال های دیگه میشنون، مغایر بودن 100% این حرفا، مرجع تقلید دیگه بلافاصله فردا روز که آقای مکارمی شناسی فرمودن که به اصطلاح برای اینترنت پرسرعت رو، من خاطرم هست که آقای روحانی میخواست توی موبایل ها را بندازه، گفتن بده و چیه،
بلا فاصله مرجع تقلید دیگه ای مثل آیت الله سانعی و دیگران، آقای بیات، خیلی های دیگه فتوا دادن، گفتن که اتفاقا نه تنها اونجوری نیست، اتفاقا در ترویجش، و گفتن اینها برای به اصطلاح، یعنی خب اینها رو هم باز مردم میشنون. و من فکر میکنم دیگه وقت اون گذشته که حتی بخوان ذهن مردم رو از باب نگرانی های دینی و اینها هم بخوان چیز بکنن، گذشته و مردم عقل و شعور و آگاهیشون به این حد هست که در واقع تمیز بدن و تشخیص بدن چه چیزی برای خودشون ضرر هست. اینقدر باید به این مردم اعتماد کرد که خودشون به اصطلاح انتخاب بکنن وسایلی که میخوان ارتباطاتشون رو باهاش تنظیم بکنن و کسب خبر کنن، یا به هر حال برای رفاه عمومیشون در واقع از اینها استفاده بکنن یا خیر. بله دیگه کم مونده که کسانی مثل آقای احمد جنتی یا حتی مکارم شیرازی به این استناد کنند و بیارن روایتی که در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی مثلا از اینترنت پرسرعت استفاده میکردن که خلاف شرع بگفتن. من خوشحالم از تا آقای روحانی نهایتا به اصطلاح تصمیمشون رو گرفتن، دولتشون اینترنت پرسرعت رو موبایل ها رسما راه افتاد. الان همه مردم، یعنی نزدیک 100 میلیون جمعیت، ما میدونیم نزدیک 80 میلیونه، 100 میلیون حداقل سیم کارت مجموعا در واقع وجود داره، داره استفاده میشه، اینها اینترنت پرسرعت در دارن استفاده میکنن. هیچ مشکلی هم برای اسلام خوشبختانه معلوم شد که پیش نیامد. نگرانی ها ظاهرا متاسفانه بحث همون کنترل افکار و اخبار و اینجور چیزاست که فکر میکنم اونم راهش به این شکل نیست که دوستان دارن در واقع مطرح میکنن. امیدوار هستیم که به هر حال شرایط برسه که ما راجع به اینجور چیزها نیام صحبت بکنیم، چون اینا واقعا کمتر جایی در دنیا محل بحثه، کمتر انشالله که به این حد از توسعه یافتگی هم کشور ما برس. من البته هنوز یه ذره امیدوارم آقای چلنگی، انشالله که همینطوری باشه. همیشه میشه امیدوار بود و همیشه امید به فردایی بهتر وجود داره و جهان همیشه رو به پیشرفت و تحول هست و بهتر شدن و هیچ گونه نمیشه جهان رو باز داشت از پیشرفت برای مدتی شاید، و به امید اون روز که کارشناسانی مثل شما، جوانان و نازنینان بسیاری نسل جدیدی که در خارج از ایران هستن و در داخل ایران بتونن در جایگاه شایسته خودشون ایران رو در مسیر هماهنگی با جهان تکنولوژی امروز، تکنولوژی معاصر و رو به آینده همسو بکنن و همگام. با سپاس بسیار آقای خوینی گرامی، با سپاس از شما. سلامت باشید. می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ایران چه می‌گذرد؟ پیامدهای اسید پاشی به روی بانوان و دختران ایرانی در اصفهان. با آقای حسن شریعت مداری گفتگو خواهیم کرد در نیمه دوم تفسیر خبر ایران فردا. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای حسن شریعت مداری عزیز در هامبورگ آلمان، تحلیلگر سیاسی. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای شریعت مداری گرام. منم خیلی سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما. آقای شریعت مداری، اسید پاشی در ایران جدید نیست، بعد از انقلاب موارد دیگه هم داشته، بسیار هم داشته، اما اتفاقاتی که در پی اون افتاد، مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، کسی کامنتی گذاشته بود زیر یه خبری در فیسبوک با افتخار در ورامین یا شهریار بود جایی، اعلام کردن کمتر از 24 ساعت گرفتن این دو. الان مسئولان به نحوی استاندار اصفهان میگه از کشور، از استان خارج شده، بقیه میان مرتب خبر میدن که هنوز شناسایی نشده. آیا میشه باور کرد که حکومت خودش یا شاخه‌ای از این حکومت دستی نداشته در این اسید پاشی؟ باور این کار بسیار مشکل. سوابق نشون میده که گروه‌هایی هستن در حکومت که به منابع قدرت وصلن، نهایت این منابع قدرت هم معمولاً به بیت رهبری ختم شده که به اونها گروه‌های خودسر میگفتن بعضی مواقع.
خودسر معنیش در حقیقت در عرف جمهوری اسلامی اینه که در چنبره اقتدار دولت نیست، ولی یک منابع قدرتی از نظام از اون حمایت میکنه، یعنی فرادولتی است، و به این معنی اسمش رو گذاشته بودن شاید خودسر. ولی حتی اگه فرض کنیم که چنین نباشد، در این صورت اگر این دولت در حقیقت امکان دستگیری چنین نیروهایی و خونسا کردن اون رو نداره، معنیش اینه که به تدریج تبدیل به یک دولت ناکارآمد یا فیل استیت میشه. تعریف فیل استیت اینه که دولتی که انحصار اعمال خشونت رو از دست داده و نیروهای دیگری هستند که میتوانند از همین حربه ها برای پیشبرد سیاست هاشون استفاده بکنند. البته دولت های دموکراتیک فقط در اعمال قانون مجاز به اعمال خشونت هستند و از طریق دادگاه ها، ولی تعریف یک دولت کارآمد اینه که به هر صورت انحصار اعمال قهر در حیطه اقتدار اون باشه. وقتی چنین کاری از دست او در رفته و خودش اعتراف میکنه، یعنی دولتی ناکارآمد، نظامی ناکارآمد، و این عذر بدتر از گناه. بعد از این اقدام که من نمیدونم چه اسمی میشه برش گذاشت، واقعا جنایت شاید کم باشه، تظاهراتی بود، اعتراضات گسترده‌ای بود در اصفهان، تهران، جای دیگه. در تهران گروه بسیاری رو بازداشت کردن، مهدیه گروه و بقیه رو، باز گروهی از بانوان رو روانه بازداشتگاه کردن. به این سرعتی که معترضین رو بازداشت کردن، نمی‌بینیم اقدامی انجام شده باشه. و به قول شما ظریفی نوشته بود در فیسبوک که دنبالش می‌گردین پیدا نکردین، شاید زیر عبای آقا باشه، آقای مسئولان، آقای خامنه‌ای. بله، ببینید، اگر این حکومت در حقیقت از خودش مطمئن بود، قاعدتاً باید حتی حکومت تشویق میکرد به اینکه برای اعتراض به این قضیه مردم تظاهرات کنند. وقتی حکومت همدل با تظاهر کنندگان نیست، نه تنها به اونها اجازه تظاهرات نمیده، اونها رو دستگیر میکنه، یک جای این کار میلنگه و ذهن ما بلافاصله متوجه سوابق چنین اعمالی میشه که همیشه به بخشی از حکومت بس بوده، یک آدمی رو گرفتن که هیچ کاره بوده، مجازاتش کردن و یا زندان کردن، بعد از مدتی آزادش کردن و پرونده لوس شد. بنابراین این بار هم انتظار بیشتری نمیره، چون قاعدتا گروه های قوی هستن در این حکومت که با بازگشایی فضای سیاسی مخالفند، در مقابل زنان عاجز شدن، اعمال قانون، حتی قوانین ظالمانه‌ای که جمهوری اسلامی داره، تکافو برای کنترل زنان در چارچوبی که اینها میخوان نمیکنه. زنها میخواهند آزادانه لباس خودشون رو انتخاب کنند، آزادانه زندگی خودشون رو انتخاب کنند، و در این کار پافشاری بسیار کردند خوشبختانه، و تنها راهی که برای جمهوری اسلامی میمونه یک راه شکست خورده است، یعنی دستیازی به روش های وحشیانه ای که خودش هم شهامت ایستادن پاش و اعتراف به اون رو ندارد. آقای قالیباف زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بود، اعتراض های بسیار بود در زمین های دیگه که اعتراض میکردن، خیلی صراحتا و آشکار اومد علنا گفت که حالا این حرفا رو بزنیم، ما زبونتون از حلقتون بیرون میکشیم. همین آقای قالیباف شهردار تهران که الان جزو به اصطلاح کسانش که مخالف ظاهرا در موارد تندروی است، و پس از اون بود که روزنامه‌نگاران و نویسندگان رو ربودن، کشتن، و ما اصلا کسی متوجه نشد چه بر سر قاتلان اونها اومد. نمایشات بله، متاسفانه این قصه سر دراز داره، و کسانی که در سخنرانی‌های علنیشون خواستن زبان از حلق مردم بیرون بکشن، اونها رو شماجین کنن، حمله گازنبوری کنن به قول آقای روحانی و همین آقای قالیباف، کم نیستند و منحصر به آقای قالیباف نیست. متاسفانه این نظام از این قبیل افراد وحشی و بیمنطق کم نداره.
بله، همطور که آقای شریعت مداری اشاره کردند، خود آقای خامنه ای هم قبل از حمله به دانشگاه و قبل از اقداماتی که شد در جنبش دانشجویی تهدید کرد و قبل از حمله پیامدهای انتخابات 88. اما معاون آقای حسن روحانی اومده و گفته آقای علی یونسی که این کسانی که این اسید پاشی میکنن، این نمیتواند از یک ایرانی سر بزند. چرا؟ پس اینایی که اعدام میکنن، اینایی که ندا آقا سلطان رو کشتن، اینهایی که کنار صحنه های اعدام میستن و و و و هزاران کار دیگه ای که طی این 30 چند سال دیدیم، اینا کجایی هستن؟ از کجا اومدن؟ بله، متاسفانه این نوع فرافکنی و تذهیب شخصیت ایرانی که اینها متاسفانه عده زیادیش رو به انحطاط اخلاقی وادار کردن و مغزشویی کردن، خب راهی به برون نمیبره. اینها در حقیقت یک مغالطات بسیار واضح بر مردم. مردم به جای این لفاظی ها از دولت آقای روحانی انتظار عمل قاطع دارند، از آقای خامنه ای انتظار دارند که اگر اطلاعی نداره بیاد، همونطور که تقلب انتخاباتی رو ازش دفاع کرد، بیاد حداقل این کارها رو محکوم کنه و بگوید که باید عاملین اونها دستگیر بشن. ایشون که راجع به هر چیزی بلافاصله سخنرانی میکنه، چرا در این موارد ساکت ایشون؟ چرا هیچ صحبتی نمیکنه؟ آیا سکوت علامت رضا نیست؟ آیا ایشون در این محضور گیر نکرده که اگر در حقیقت به میدان بیاد، این خودیترین خودیها رو که معمولا عامل این کارها از دست میده؟ میدونید یکی از دغدغه های این حکومت ها در چنین مواقعی که یک داعشی خارج از مملکت پیدا میشه، اینه که میترسن یک رندی بیاد و یک روایت داعش ایرانی درست کنه و همه هاردلاینا و ذوب شدگان در ولایت فقیه رو برداره ببره، به این عنوان که ولی فقیه دیگه نمیتونه شما رو اداره کنه. بنابراین سعی میکنه که همون کارهایی رو که ممکنه این گروه بکنه خودش بکنه، تا این چیزها رو از دست نده، این نوع افراد رو از دست نده. متاسفانه اینا در یک دور باطلی قرار گرفتن، عوض اینکه دست بگیرن و خودشون رو از کارهایی که داعش میکنه بلافاصله جدا کنن، بگویند که 35 سال ندانم کاری به ما درس آموخته و ما روش خودمون رو جدا کردیم، میخوان کاری بکنن که در حقیقت از داعش چیزی کم نیارن تا ذوب شدگان را از دست بدن. این یک دور تسلسل باطله و مسلماً راه به جایی نخواهد بود. و وقتی همه این نظام از کیهان شریعت مداری گرفته تا عوامل امنیتی اینو به خارج از مملکت نسبت میدن و میگویند کار ایرانی نیست، یعنی اگر سیاستی هم پشت این بوده شکست خورده و این اعلام شکست چنین سیاستی است. بنابراین خوبه که عوض این که دکترین کارهایی رو ادامه بدن، خودشون رو از این کارها دور کنن. در بله، ایشون که مدعی است که از یک ایرانی چون این کارهایی سر نمیزنه، یا پس آقای یونسی خودشون ایرانی نیستن؟ برای اینکه خود آقای یونسی هم کارهایی کرده که کم از اسید پاشی نبوده در سمت های مختلفی که داشته و حمایت ها و مستقیما نقشی که در کشتن بسیاری از آدم ها آقای علی یونسی داشته، هرچند بسیاری اون رو در تلاش تبرئه‌اش هستن. البته من از پرونده تفصیلی ایشون خبری ندارم، ولی به هر صورت در چنین نظام هایی نمیشه رئیس سازمان امنیتی شد و گفت که من از کارهایی که در سازمان امنیتم شده برکنارم. من نسبت به اشخاص قضاوت جزئی ندارم، ولی متاسفانه کسانی که در این نظام هم خیلی نمیشه از من نتیجه ای که گرفتم نه قضاوت هست، گزارش هست. آقای علی یونسی در سمت های دادستانی، در سمت های پیشینی که داشتن، همچنان که آقای خود حسن روحانی به هر حال رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بودن و اون چیزهایی که زیر
نفوذ و حیطه 100% این صحیح آقای چالنجی، مسئولیت جمعی متوجه همشون است، ولی من به تفکیک اینکه کی فرمانده بوده، کی قتل کرده، کی کشته، کی نکشته، خب تا دادگاه عادلی نباشه کسان دیگه است و جاهای دیگه است حتما به طور قطع. اما آقای شریعت مداری گرام، ببینید از روز اوائل پس از انقلاب تا به امروز یکی از مسائل عمده حکومت برآمده از انقلاب به عنوان مسئله دیده یک که و اون مسئله زنان هست از نظر جمهوری است و زنان هرگز عقب ننشستن و همیشه در عرصه بودن برای حفظ حقوق خودشون. تا چند از حکومت پایمال کرده بر مردم، بر بانوان گرامی ایران آشکار هست. این پدیده رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این پدیده که جدالی که بین زنان هست برای حفظ حقوقشون و حکومتی که مدام در پی سرکوب بانوان ایران. بله، به نظر من دو گروه اجتماعی بیشتر موفق شدن که حساب خودشون رو از لحاظ فرهنگی از این حکومت جدا کنن. یکی زنان هن، یکی جوان هن. دلیلش هم اینه که این دو گروه در حقیقت با تصوری که روحانیون حکومتی و دستاندرکاران این حکومت دارن، باید روش زندگی در قبائل عرب 1400 سال پیش رو در حقیقت قبول کنن تا برای این نظام قابل تحمل باشه، و این در جهان امروز ممکن نیست. یعنی حتی شما میبینید که زنان محجبه، زنان چادری، زنان که به الزامات دینی که بهش معتقدند پایبندند، اونها هم از این حکومت اصلا راضی نیستن. حال چه برسد به زنانی که روش دیگری برای زندگی خودشون انتخاب کردن، و همچنین جوانانی که ممکن است از لحاظ مذهبی اختلاف بزرگی با این حکومت نداشته باشن، ولی از لحاظ فرهنگی خودشون رو جدا کردن. چه برسد به جوانانی که دگراندیشن و طور دیگه زندگی میکنن یا فکر میکنن. شما اصلاح طلبان رو ببینید، اینا اغلب گروه هایی هستن که اصلاح طلبان در حقیقت راه سبز امید رو میگم، که تا چندی پیچش اختلاف بزرگی با این حکومت نداشتن، اکنون اختلاف فرهنگی بزرگی با این حکومت. بنابراین ناکارآمدی این حکومت اینه که بعد از 35 سال سرمایه گذاری در این که نسلی رو به وجود بیاره که از او تبعیت کنه و از دنیای کنونی رخت بربندد و در قرنها پیش زندگی کنه، ناکامه. البته که باید ناکام میموند، این چیز طبیعی نیست. نمیشه یک 70 و چند میلیون مردم یک مملکت رو جاکن کرد، از عصر حاضر سوقشون داد به قرنها قبل و گفت که باید در محیطی زندگی کنید که متعلق به امروز نیست. معلوم آدم در این مسیر شکست میخوره. آقای شهر، حرف شما رو میشه این تعبیر رو هم داشت ازش که نسلی رو که در خود انقلاب به دنیا اومده، پرورش پیدا کرده، با تلاش‌های شستشوی مغزی در مدارس تا به اینجا رسیده، دختر نازنین ایرانی، دختر من و شما در اصفهان یا جای دیگه، دختر 24 5 ساله 30 ساله، همین که همین حکومت برآمده از انقلاب به روش اسید میپاشه، این نشون دهنده شکست حکومت نیست؟ در مسیر حرف شما این تعبیر وجود داره؟ نه، خیلی بیش از شکسته، نشان دهنده عجز حکومت و ناتوانیش هست و ناامیدیش از اینکه راه‌های معمولی مانند تبلیغات، مغزشویی، اجبار، قانون بتونه جلوی اینها رو بگیره. فقط در چنین حالتی است که آدم اسید به روی یک انسان میپاشه، به او میگوید چون تو از من اطاعت نمی‌کنی، منم زیبایی و چشم تو رو میگیرم تا انتقام ازت گرفته باشه. این سخیف‌ترین نوع سیاستی است که یک حکومت میتونه در حقیقت بر علیه شهروندان خودش بکنه. آقای شهروندان، وقتی چنینه، حکومت به نسل برآمده از انقلاب، نسل پس از انقلاب که زیر بمباران شستشوی مغزی خود حکومت بوده تا این سالها،
نتونسته همراه خودش بکنه و معالن پایگاهی بین نسل جوان نداره که اکثریت مردم کشور هستن، اساسی که این حکومت برش استوار هست یا ظاهرا استوار هست هرچند لرزان، بر چی هست؟ ببینید، اینها کنترل فرهنگی و معنوی خودشون رو بر اقشار وسیع از جامعه از دست دادن. اون چی که مانده سرکوب و کنترل سیاسی است. میگویند وقتی که حضرت سلیمان فوت کرد تا مدت ها جسدش بر روی عصایی که بهش تکیه داده بود همینطور مانده بود، برای اینکه در با تکیه و عصا سکته کرده بود و این ترسی که ازش داشتن باعث میشد کسی نزدیک نشه. این حکومت در حقیقت جسد سلیمانی است که بر روی با تکیه و عصای خشونت سکته کرده، برای اینکه رهبری معنوی و سیاسی خودش رو بر جماعت از دست داده و فرهنگی ببخشید. و وقتی کسی رهبری فرهنگی و اجتماعی رو از دست داد، سیاست ابزاری برای اعمال نداره، ابزارش فقط میشه خشونت لخت و به خشونت لخت نمیشه تکیه کرد. یعنی معتقد هستید که با خشونت نمیشه برای دراز مدت حکومت کرد؟ بله. ببینید، شما خانواده های خود سران حکومت رو ببینید، فرزندانشون رو ببینید، نواهاشون رو ببینید، همه اینا بیشتر به این دختری که به روش اسید پاچیده شده از لحاظ فرهنگی نزدیکترن تا پدرانشون. یعنی نسل بعدی که از اینها به وجود میاد، سلسله حکومت کرد، از لحاظ فرهنگی متعلق به اینها نیست. آقای شریعت مداری عزیز، یعنی شما معتقد هستین که سلسله‌وار ولایت فقیه حکومت خواهد کرد، یا نوه یا فرزندان اینها؟ بله. ببینید، ما سال هاست اسم این پدیده رو گذاشتیم محاصره فرهنگی و محاصره اجتماعی. میگیم این حکومت در محاصره اجتماعی نسلی است که بر علیهش رویده و اقلیتی مثل اینکه در یه جزیره محاصره شدن، خوب سازمان یافتن، توپ و تفنگ دارن، به جد میکوشن که از خودشون دفاع کنن. ولی این محاصره چنون بزرگه و چنون فشار زیاده که در مقابل این فشار نمیشه برای همیشه دوام آورد. آذوقه این جماعتی که در جزیره عقاید خودشون محاصره شدن رو به اتمام. یعنی حکومت فقیه رو با اعمال خشونت، با رویه و اساساً حکومت فقیه رو شما دوام پذیر نمیبینید؟ نه، در قرن فعلی مطلقا. این النصرت و الرب موقعی بود که مردم راهی به بیرون نداشتن. امروز کافی است تلفن کنن، تلویزیونشون رو روشن کنن، با وایبرشون با بیرون صحبت کنن، نمیدونم با هزاران وسیله دیگه به دنیا وصلن و بنابراین ترس از دلها میره وقتی میبینن که در جاهای دیگه دنیا مردم نوع دیگه زندگی. جریانی که در ایران هست اینطور میشه تفسیرش کرد، باز به تعبیر حرف شما، که روند روزگار از روی این حکومت خواهد گذشت؟ بله. یعنی در مقابل روح زمانه و تمدنی که بشر پذیرفته، مقاومت، شنا کردن در یک رودخانه طولانی و مواج بر علیه موج، به زودی انرژی آدم رو از بین میبره. اینا بر علیه موج شنا میکنن و بنابراین به زودی غرق. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری گرامی. امیدواریم در برنامه های آینده همچنان در این زمینه با شما باشیم و آنچه را که در ایران میگذره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد شما قرار بدیم. با سپاس بسیار. خواهش میکنم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی بازیابی سلامت برای دختران و بانوان نازنین اصفهان که قربانی اسیدپاشی ولایت فقیه شدند، کارگزاران و گزمه های پنهان و آشکار ولایت فقیه در ایران، و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز کوسفه اصفهان، البرز،
سند و سبلان، آسماری و کوهساران زاگرس، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.